جان بولتون در مصاحبه با تلویزیون الحدث در پاسخ به سوالی درباره پیامد خروج ترامپ از توافق اتمی و میزان تأثیر سیاست فشار حداکثری بر رژیم آخوندی گفت ناکامی های سیاست های ترامپ به خاطر فشار نیاوردن نبود، بلکه به خاطر این بود که فشار کافی را وارد نیاورد. من فکر می کنم بسیاری از کشورهای منطقه با این نکته موافق هستند، زیرا رژیم ایران طرح و برنامه هایی برای افزایش نفوذش بر مناطقی مثل عراق و ارتباط آن با رژیم سوریه و حزب الله در لبنان و کنترل بر منطقه خاورمیانه و سوء استفاده از حوثی ها دارد. اگر با این رژیم به حد مورد نیاز برخورد نکنیم، تهدیدی باقی خواهد ماند. لذا باید به آنها فشار بیشتری وارد کرد. ان اخفاقات سیاست ترامپ لم تكن بعدم الضغط، بل هي لم تضع الضغط الكافي. واعتقد ان كثير من دول المنطقه تتفق مع ذلك، فلايران اجنده. بولتون در پاسخ به این سوال که مقصود شما از فشارهای حداکثری دیگری که باید بر رژیم وارد کرد چیست، گفت منظور فشار بیشتر اقتصادی و نکته مهمتر ایستادن در کنار اپوزیسیون مردم ایران است. وی در ادامه راجع به نتایج و پیامد فشار حداکثری بر حکومت آخوندی توضیح داد که این موضوعی است که در سرنگونی سریع رژیم کمک کننده است و در پیامد آن ممکن است که تمامیت رژیم با یک ضربه فرو بپاشد. ما اکنون در داخل ایران مخالفت بیشتری با رژیم را می‌بینیم و اگرچه این موضوع در رسانه‌ها اعلام نمی‌شود، ولی همه ما شاهد تظاهرات در سراسر کشور هستیم. أعتقد أنه ضغط اقتصادي أكثر، والنقطة الأهم هي الوقوف مع المعارضة من الشعب الإيراني، وبالتالي